یه نامه بیار، مدت خدمتتو فقط مشخص کن. بله بله، من کارهای استخدامیتو انجام میدم. نامه؟ بله. یعنی از جبهه برم نامه بیارم؟ بله. جبهه مثلا مگه خودکار کاغذ گذاشتن رو صندلی اونجا، من برم بگم آه ببخشید نا قربونت برم کیو برم اونجا پیدا کنم؟ یه سری فرمانده که شهادت نائلن، یه سری که اصلا بنده خدا درگیرم، مگه اونجا کسی دنبال نامه است؟ ولی چت برم ببینم چیکار میتونم بکنم. فهمیمه بیا زینبو بگیر. الو سلام علیکم برادر، خسته نباشی. داخلی سیز. الو 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 کجا؟ دوباره رفتن خط مقدم، درسته اون جلوی جلو، یادش بخیر، ما کنار هم بودیم همش. ببخشید من معرفی نکردم، من سرهنگ فریبرز باغویشه هستم، هم رزم جناب سرهنگ ناصری، با هم اسیر بودیم در زندانهای کفر صدام ملعون، من اصلا ایشون رو نجات دادم. سلامت باشید، سلامت باشید. نه نه با شما نیستم. بله چی شدن؟ اسیر شدن؟ چکار اینو؟ میگم اسیر شدن؟ اسیر شده؟ نه نه یعنی چی رفتاته؟ نکنه زخمی شدن؟ زخمی؟ نمیگی، منم مثل تو هم، منم دارم میپرسم. بله جانم اما جانم شاید مامان. بله رفتن تهران؟ شهید شده؟ شهیده؟ الله اکبر، ترز این بچه بیشتر رنگ میزنی، ازا ببینم چه خواهد. آره در چی شده؟ در نزیم خواهد چی کنم؟ بله بله دست شما درد نکنه، دست شما درد نکنه، من خدا شاهده تو جبهه دیگری درگیر هستم، وگرنه خودم رو میرسونم اونجا فیصله میدادم این مشکلاتو. تقبل الله، تقبل سلامت باشی، خدا نگهدار، خدا آفر. آقا فریبرز قهرمانه به خدا، ایما خواهید سر ایما، خواهید سر ایما که هیچ کاری نمینیم بکنیم، نشتیم بخونم صدام بیشترم ملکون نیست، بعد برم گوشی چه بگیرم. خدای شده حفظت کنن، ولی این مملکت خداش بزرگه، نگران نباشی، من نباشم یکی دیگه. خدمتی بنیم بکنیم به این قهرمان، شما همین که پشت صحنه اینا رو نگه میدارین، ساکتشون میکنین، خودش یه قهرمانی داشت در اومد. از خانم شما خوشش میاد، ببینم ببینم نه نمیخوام نه من خدا حفظت کنم. داد بهش میدی رفتی؟ باید داد داد باید میگه تو یاری ناصری کجایی؟ بجی سهده لعات موسی آقای فریبرز خان دادا حمید گوتار آقا داداش شما چی بود گفتیم 70% احتمالاً شهید شده الان به احتمال 99% ناشهیده و البته هنوز امید نکن مامان جان بذار زمین بخور بابا بخور حبیبو بخور بخورم دیگه بخورم این چیه بینکه باشت برش بخورم سلام علیکم بفرمایید الو سلام منزل باغبیشه نیم ساعتت این بود سرباز اصلا سرباز وظیفه شناسی نیستی بنده اگر فرماندهت بودم اخراجت میکردم اضافه خدمتم بهت میدادم آقا ما البته سربازیمون تمام شده ولی شما همیشه فرمانده ما هستین زنا باغبیشه الو یه
بار دیگه اینو بگین، یه بار دیگه این همینی که گفتین یه بار عینش رو بگین. حرف نزن، فقط ببین چی میگن راجع به شوهرت و تو چی راجع به من. ما البته سربازیمون تمام شده، ولی شما همیشه فرمانده ما هستین. زرا باغ میشه دیوونه که یه دیوونه چون من فرمانده شدم دیوونه. یادم نمیاد شما رو جوون صدات برام آشنا نیست، کجا سربازم بودی؟ شاید شما استراتژیستین رو هوایی بودی، برامون کل نقشه کشیدی آقا. از کجا میدونی من نقشه کشیدم؟ آقا اذیتت نکنم، من فریبرد جان، من عمجدی ام، دوست فرهاد داداشتم. عمجدی؟ همچدی او شخلار کفی ها چیزه، همچدی همون که هوا پیماتون رو درست میگردم برات. آره یادش بخیر، یادته. همچدی اینا رو ولش کن، ببینم تو از صدفان ناصری خبر داری؟ ناصری چیه؟ یه ارتش بود و یه صدفان ناصری که زیر دست من کار میکرد. میدونی من چه خبره؟ اونم نقشه کشیدم. نشنیدم، نیرو هواییه؟ کار چیز داری بگو. همجدی تو واقعا فکر می‌کنی من فقط برای نیرو هوایی نقشه می‌کشیدم؟ مرد حسابی، نیروی زمینی و من می‌کشیدم، نیروی دریایی و من می‌کشیدم. نیروی کجایی؟ حالا شما که کار درسته. ببین آفر برز، من یه چیزی می‌خواستم بگم. تقریبا 90 چیز فرهنگ، جناب سرهنگ، فرهنگ خاطرت هست اون یا اون اصلا یاد نمی. آره مهم نیست چیز من ببین خود زحبل داری دیگه میگی. من الان منتظری تماس خیلی مهمم. شما شمارت رو بده، من یادداشت میکنم، اگر فرصت شد زنگ میزنم ببینم مشکل چیه. جوان میتونم حل کنم نمیتونم؟ منم دیگه سنی ازم گذشته امجدی، دیگه آدم قبل نیستم. هر مشکلی تو زنگ بزنی خونه من. من یه چیز مهمی باید بهت بگم الان. خب الو الو امجدی، من زنگ میزنم آفر با زنگ میزنم زنگ میزنم فریبرد باشو امجدی امجدی درم درد من نیم آخ از خدا میخواد صدام منو نکشه این منو میکشه. کاش جای دو پرسیبیل دوتا جوونه تو این محصه موقع حمله هوایی این کار میکنه تو تلویزیون ماله تو خیابونه فرمانده جنگ اینجاست. از تلویزیون میره بچه من یاد بگیره. کجا در میری؟ از چی فرار میکنی؟ آتش جبه اینجاست. من وارد یه جایی میشم بعد آجیر قرمز کشن، نه آجیر قرمز کشن فریبرز باغ میشه. برید امروز ولی یکم شدید داره مثل میزنه فریبرز. یواش باش بابا، بگو بچه هم موازی بیدیم کافر دلم برای این دختر بسوزه خواستگارش دوباره به هم خورم. برای عزیزم خویی؟ برای آتش بری برس. شما خودت دستی برای آتش داری، من جونه تانک رای میستدم بار میده تو برای با تو شما هر داری پوست سر رو بنده آجام یه سری سریع تر بریم، یه سری سریع تر بریم برای خویی سرد آجام های فرمی آجام چقدر سه منه یه لحظه کاغذ خطوار آقای عدشی کاغذ خطوار کاغذ خطوار این همه دانش ها اجازه یه کاغذ خطوار اجازه حفظ کنی پری بفرمایید 23 مرم حسن بگو 5 به 5 به 5 2 2 2 بله بله دست شما درد نکنه پیرشی جوون خیر ببینی خدا حافظ چند بود؟ 23 5 پنج دو دو بسیار دست شما درد نکنه سنگ کاغذ قیچی خویی بهتری الو
با جناب سرهنگ ناصری کار داری. سلامت داشتی جناب سرهنگ. سلام علیکم، قربونتون برم. با فریبرزم هم رزمت. بله شنیدم رئیس اسیرای عراقی شدی مرد حسابی، تنهایی داری حتکش را حتکی کنی، اینقدر جام خالیه بود. سلامت داشتی. من هم پشت جبهه دارم خدمت میکنم، دلم اونجاست، ولی اینجا هم تو جهاد کار میکنم، فیلم نشون میدم به مردم، حال مردم رو این پشت خوب میکنم. مزاحم شدم بگم آخه این درسته؟ بعد از این همه خدمت جنگ 100 تا من آقای اندلیبی حداقل 100 تا زدم با شما نیستم، برای با شما 100 تا تانک زدم فقط وسط آتیش شدم، سینه سپر کردم جلوی عراقی ها. بعد به من میگه تو خدمت پای خدمت نداری، این اصلا بعد شوخی با من میکنه. از دست شما ببین ترسیم دیوار صوتی فقط شکست کردم. اولا چو دیوار صوتی شما دیوار صوتی هم نمیتونید بگو بهش دیوار صوتی نه توزیع بچه بزرگتر پامو دراز میکنم قربون دیوار صوتی وقتی که هواپیما سرعتش زیاد میشه دیوار صوتی شکسته میشه. نگران نباشید، نگران نباشید، شیشه شاید شکسته باشه، نهایت شیشه بشه. وای خدا پدرت رو ببخش، آقای مراد شیشه ها رو همه رو ما چسبیدیم. بله بله اینجا از یک تانک هم محکم تره، اصلا هیچ اتفاقی نمیفته. نگران نباشید. نه صوتیه دیواره، تو دیوار صوتی. نه اون یه چیز دیگه هست. فریبرز سلام علیکم. شما دست شما درد نکنه، قربون شما برم. چرا سلام علیکم، سلامت باشین. فدای شما میشم. یه ذره به خودت برس جناب سرهنگ، قربونت برم. میخوام اینم یادت بیاد. بله تعداد نفس های هر کسی معلومه، نه یه چیزی ها. سلامت یادش خیر، یادش خیر. تلفنی یه چیزایی گفتی هم درست نفهمیدم، گفتی نمیدونم برای جهاد فیلم نمایش میدم، الان میخوای کجا بری؟ با اجازهتون دارم میرم میراث. بله میرم میراث فرهنگی. سلامت باشی. یه مشکلی برای خدمت تو پیش اومد، بگن عمرن یادی از من کردی. نگین اینو، خدا شاهده من انقدر چه جفه زحمت میکشم یادم میره تعداد نوسان حتی بکشم. اینا با سرای عراقی هم درست پیشون عراقی هم هست. از 18 تا کشور اسیر داریم. 18 تا کشور اسیر؟ مگه ما چند تا مرز داریم جناب سرهنگ؟ ما با 80 تا کشور تو یه مرز داریم میجنگیم. الله اکبر، اینقدر با همه مشکل دارین شما قربونه دلم. ما مشکل نداریم، اونا دنبال گنجن. گنج؟ گنج چی؟ فهمیدم چه جا میخوری؟ نفت، معدن. آها بله بله بله، جهان اول دوم سوم یادش خیلی، من اینا رو تدریس میکردم جناب سرهنگ. بعد الان باید برای خدمت سربازی من بیافتم دوباره گردن کج کنم، خدا شاهده. اینا نمیدونم من شما با هم چه ها که نکرد. من که میدونم فریبرز، نگران نباش، من بهت یه نامه میدم ولی یه شرط داره. یه بار شد شما یه کاریو بدون شرط داره من انجام بدی قربونت برم. شرطش سخت نیست، با همین دم و دستگاه جهادت میای اینجا فیلم نمایش میدی. همین شما یعنی اینقدر وقت دارین که میتونین فیلم نمایش بدین، بعد چارچشی مراقب اینا باشین. برای همینا میخوام فریبرز. آره قصرا اینا مگه اومدن پیکنیک؟ اینا اسیرن. با ما چی کار میکردن یادت رفته؟ من یادم نرفته فریبرز، اما بالاخره باید یه فرقی بین ما و اونا باشه. ما زورمون رو تو جنگ نشون میدیم، اما حالا نه فریبرز. پس کرامت انسانی چی میشه؟ کرامت انسانی چی داره بشه؟ چطور برای اسرای عراقی کرامت انسانی دارین؟ برای ما بعد یه گردن کج کنم برای یه کارت؟ من نامتو مینویسم، ولی هفته یه بار باید بیای. جناب سرهنگ اینو از من نخواه، من خدا شاهده هنوز کابوس اینا رو میبینم. فریبرز اتفاقا برای اینکه این کابوسا دست از سرت برداره باید بیای، برای خودت خوبه. الان میخوام یه نفر رو نشونت بدم، عاشقشی. اگه پری اینجاست که کیا ببین میشناسیش؟ به به در حوشن چطوری؟ خوبی بوشن؟
رفت. مشتاق دیدن نقصت بری چخ نبودم. یادت رفته بین زمین گرده. حالا نوبت منه. کتکت میزنم واشد میدم. خدا فریبرز نباید دست بزنی. من مهمون شما هستم. من از خودتون. از خودمونی؟ دامادم ایرانیه. نه دست بار صدام که این جنگ ایجاد کرد. شیطان صفت. چطور اینا مهمانن. ما اونجا اسیر بودیم. یادتی چه بلاهایی سر من آوردی. میکشمت. فریبرز. خدا شاهد اگه دست محمود اینو میکشتم. تعداد نفس ها. آفرین. تعداد نفس های هرکس. از قبل باریکالله. تا حالا معلومه. آفرین. معلومه. نه یکی زیاد نه یکی کم. باریکالله. باریکالله. بگو بهش. بگه به اون صبح تا شب داره اینو میگه. تو نمیخواد اینو بگه. درسته. انچپت. انچپت. ببرش. من دوست دارم. ببرش. دوست دارم. ببرش. درست میگه. چاقو دستم بود. فرو میتوند. شکم نحسش. قیافه نحسش. چرا اینطوری میکنی؟ چرا اینطوری میکنم؟ یادت رفته. چرا سره؟ برای دو تا قوه قلمی. چه بلایی اینا سر من داره. یادت رفته چه پادشاهی میکرد؟ من یادم نرفته فریبرز. آروم باش. تعداد نفس های بیا فریبرز. بیا نامه تو بنویسه. سلامتی آج آقا مروبت بود برم سلامتی الله خالی میشه آج آقا. من خودم میبرم اتونا میرسونم اتونا. اگه خواهد برسونی که تا خط مقدمم باید بیایی که آقا فریبرز. تا اون بر خط مقدم باید میام. کجایی پیر مرد؟ تو که منو میگه گرگ وارون دیدم. من جاهایی رفتم. زخمایی خوردم. فقط این تازه کارای و کار دستتون ندارم. بله برادر فریبرز پیش کسوت همه ی ماست. خدا برا هممون نگهش داره انشاءالله. الهیان دیگه آقا فریبرز ببخشید. زحمت زن بچه ما گردن شما میفته. چه حرفیه؟ انجام وظیفه میکنم. آقا شال و کلا رو یادت نره بدی به احمد جاش گذاشته مریض میشه. دست درد نکنه. اجازه سلام. اللهم صل علی محمد. این کشور باش خانم. من خودم مواظب اون کشور هستم. بریم اپر اپر اکبر معیدی فریبرز چه لباسات عوضی میکنی؟ باشو ریچر ما باید بریم از اینجا. یعنی چی؟ کجا بریم؟ آقا ما رو بدبور زن بچهش سپرده دست ما. من روم نشد بهش بگم. تو فکر میکنی برای چی هواپیمای عراقی دیشب اومده اینجا قلوم به ترکوندن؟ چرا؟ دنبال منه اومدم فهم ببینم من کجا جون اینا رو همه خطر انداخیم. تو باره یه چیلی به اینا بگو. یاره عزیم بگی که هیچ آدم مهمی تو تهران نیست، فقط توی آدمی مهمتر از ما هست. به من نشون بده. من که نمیبینم. تو نمیدونی چه بلاهایی من سر اینا آوردم. من فقط برای تو میسم، برای جنگ مهمم. نه من که یادم نرفته تو چه بلاهایی به سر شهر فازیه. دوباره جانه بچه بگو چیه بری با چی شده؟ چرا عزیزم میگی؟ نشد؟ چی؟ تموم شد فی سبیل الله. تموم شد. الان جلوی کارمند دولت نشسته. برو میگم به جون خودت قرونت درم. جون پریچه به چه قنبرک زدی؟ چه دست خالی؟ چه قنبرکی زدی؟ باید شما بریم کباب بخوریم. اصلا شما بگو خبر خوب چیه؟ شما به من بگو. جنگ تموم شه. جنگ مگه تموم میشه؟ جنگ جهانی سومه. 880 تا کشور دارم بابا میجنگم. بابا مگه جنگ به این زودی تموم میشه؟ من با چند تا کشور داریم؟ خیلی داریم بابا. گله به گله کشور است. کجایی؟ نه من توی کتاب خونده بودم 100 و
حالا این الان میخواد جغرافی به باباش یاد بده. اصلا یه کشور داری همونی که دخترها چستن سوستو چستری میلودی کچوت پری برس نکن اینجوری. دارم به شما میگم خبر خوب چیه. شما بگو خبر خوب چیه. اون سازمانی برو بالا قربونت دارم. چی؟ من میگم بگو بابا بگو قربونت دارم بگم شما بریم که بخون الله بابا آره ماما این آره. قطیو از قطی اتیو بی اومده باشه بذار بچه‌ها همه چی بگه شکمه بذار حرف بزنه چه حرفی بزنه بگو ماما خبر خوب گنج بیا بچه رم خیالاتی که این بچه فهمید تو نفهمیدی چه خیالاتی خیالاتی دیگه تو فکر میکنی من رفتم اونجا استخدام بشم دیوونم من رفتم رد اونو بزنم گنجم به دست گیرم از قدیم میگن گنج که باش ببین چون 90 آیت 100 هم پیش ماست چه 100 آیت 90 هم پیش ماست جلوی این رادیو میگه این تنی درست غلط املایی از باباش میگیدی غلط انشایی حالا غلط انشایی بسه بچه یاد بگیره پریباز این کنه نکن غلط انشایی میگیدی دارم بهت میگم عزیزم من مرد عملم مرد حرف که نیستم بابا ببین هر آدمی همین که یه ستاره داره یه گنج هم داره بعد اونم بفهمه کجاست خودش پیداش کنه تا ایدی بله چی؟ بچه رو خیالاتی بکن چه خیالاتی دارم چی گفت؟ چی ما حواسه دی چی هست؟ نه با من سگو نه دوست دارم بدونم چی گفتی؟ نه بگو بگو بابا چی گفتی؟ گفتم حواسم خب نه به چی؟ آخه من دوست دارم بدونم به چی؟ نه نه به چی؟ نه خب تکلیف هم بایی تو پس سیویل رو مرد رو شد کنم یه تازه سیویل نمیدی بچه باید تو خانواده حرف بزنه به تو حرفشو بزنه بگو سرم با گوشم بگو ببینم حواسم به اینکه مخم خیالات برنش بذار حرف بزن بذار حرفشو بزن تنبونه تو نمیتونستی بکشی والا دو تا بار سیبیل نروادی تو روی بابات ببین من تا رو دارم نزاشتی من اینو مردوار بیارم نزاشتی من اینو برده بذار من ناممو از ناصری بگیرم ببرم اونجا میزمو تحویل بگیرم بعد اون کبابو میکنم تو مناق بلا خیلی خوب مناق بلا تو باید بفرم بغز بکنی خدا شدی گیسه خودم میکنم ولی که در میزنه کیه؟ باشه کیه؟ سلام ببخشید سلام علیکم کشور بزرگ سلام حال شما خوبی فرق کنم خوبی آقا من خوشم جمعا جای کفت جمعا یه وقت خواهده بردار بریم خواهده تاهره همشه بخش گفتیم کجا تاهره خب اونجا دو قدم تا پناهگاه خطرناکه اینجا نه بابا مزاحم نمیشه مزاحم چیه؟ خانم رو جلوی صدام سکه یه پول نکنی میخوای فکر کنه ما ترسیدیم اختیار دارید نه تو مثل خواره صدام سگ کی باشه نه اصلا فکر نمی کنم ترسیدی عزیزم بکنه بینا شما نه باید بچه منم اینجا نه نه بخواه می شکم نزدن ان خونم و این شیشا مری زمین سر ما آقا فریباز مردونه سر نش بکنیم خیلی جدی خیالا فرما بین سب کن جمع کن رفت باشه 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 نمیره چرا نمیره میاد یه نمیره خری بود چی کار میکنه میخواد به ما لطف کنه همین مونده صدام ببینه من رفتم پیش داماد پیزوری این قابیدم به فهم من ترسیدم دیوونم من همون دامادش الان داره جبهه میجه دامادش هیچی نیست اینا سرواز قندلی های منم نبودن بابا اگه صدام دوربین داره شما رو میبینه؟ بله بابا جاسوس میذاره فکر کردی من کم آدمیم جاسوس میذاره ببینه من کجا میرم کجا میام که ببینه من کجام چی کار میکنم بابا فقط یه چیزی بابا از من نصیحت به تو باشه تو جنگ هیچ وقت از چشم دشمنت فرار نکن تو چشش نگاه کن بابا فهمیدی؟ های گلوزه چی؟ گله بزنه بابا سنگ زد تو کلوخ بزن کلوخ زد شمشیر بزن شمشیر زد تفنگ بزن نشسته تفنگ زد توپ بزن توپ زد تایگر نه بسن دیگه بالا نمیه بالا دست تو من کن هر چیز زد چون یه چیزی بالاش میزدی حمیدی ببین بکری من کیم آه هوا پیما برای من میرسی یادت نیستن کیم انا فریبرز و لاغ میشتم وای وای چی شد رژیم چی شد این رژیمی که داشتی میگرفتی چی برای برس چی شدی چی شدم چی سالمم هیچ چیزی نیست تو عشق 80 کیلو میری رو پام میشی 800 کیلو اون سویچ رو بده سویچ کجا شما سویچ رو کجا سویچ رو بده میخوام با چی رو رو چی رو وای فری برس نکن راحت راحت فری برس بیا ماما نمیخواد سویچ باشه فری برس انا هیچ چی نیستم انا تو خونم هیچ چی نیستم الکی زیر زیر کس
باشه ماما، باشه اینا رو جمع جور کن بذار بریم خاک بزنیم. شکل لشکر واسه یه دونه همسر هم بعد تو نبود. خاموش کن آقای نفر. خاموش کن. الان پکی تو چی کافه؟ برو همش هم خوشش معلوم میخواشی کاری منتظر آقا مروت بری. دستت چه لفت داده؟ بفهم خدا رو بفهم. شما بفهم خدا یه بر. حالا اینجوری عشقشون هم تند و تیزتر میشه. قربونت برای تو متخصص عشق تند و تیزی. حالا اون نگاه شما هم کنه مادرشی دیگه بالاخره نش نیسته ما امه نی ما اون یکی هم باش حالا هرچی نگاه شما هم کنی شما بزرگش کردی خاطر نیدی یه سفری برس میاد چجوری گلت گلت بشکو همه بداری کنی راست میگی؟ سفری برس بیای بچه نه این من برید شما الان من میام در باز فری برس فری برس دارم میام در برای چی باز گذاشتی؟ در برای چی باز؟ برای شما باز برای من خودم دستا دارم نمیتونم در باز کنم همین مونده کشکه همین مونده من برم پیش ففری جیگول صدام بفهم من ترسیدم بهت میگم تعداد نفسهای هر آدمی مشخصه نگه کی کم حالا شما هی بلولی تو هم باشه شما میکرد گور بزن خب بفهم من همینجا وای میستم تا شما کارتون تموم بشه بفهم کار من نیست اینجا اتاق کار شماست بذار برای توضیح بدم کار من؟ بله میونه این همه عتیقه؟ عتیقه نگو بگو میراث تاریخی بگو شیء تاریخی نه نه یه لحظه اجازه بدی اصلا هرچی میراث تاریخی عتیقه شیء نمیدونم فلا من خاطر خوبی از این اتاقا ندارم شرمنده شو توضیح بدم من توضیح چه توضیح بعد حسابی یه جایی به من بدین من سر آروم رو بالش بذارم کجایی اینا همش تقلبیه فریبرز تقلبی بله بله یعنی تقلبی یه لحظه اجازه یعنی چی تقلبی اینا بعد وقت داده الان یعنی اینکه من مراقب این میراث تقلبی عتیقای تقلبی باشم درسته؟ بله کی بهتر از تو؟ دستت درد نکنه حسدی تو زندگیم اینجوری خار و خفیف نشده بودم که بعد از این همه حسدی نمیبخشم قلبمو اشتباه نکن چی اشتباه نکن جمع کردن همینا هم از بین مردم کار مهمیه همینا رو داشتن به عنوان عتیقه به مردم قالب میکردن بریزینش دور که نمیشه چرا نمیشه نه همه هر کدومشون پرونده باز داره نمیشه انداختشون دور شاکی خصوصی داره همینو 1,000,000 تومان به یه تاجر بدبخت فروختن اینو؟ بله حالا اگه دوست نداری باشه یه کاریش میکنی نه صبر میکنی ببینیم که یه جای بهتری اینو نه اینو گفتی 1,000,000 فروخته بله شما یه چیزی میدونین داری اینو میدیم به فریبرز باغ بشه که مراقبت کنه درسته یعنی اینو بدیم به من خب حتما میدونین که خبره این کار کیه درسته ما بعد از اینا مراقبت بله این فقط این لیست درسته یه وقت کندش زیادش بیا خیر منو دوباره بگیرن یه چیزی هم به شما بگم آقا اسدی بین خودمون بمونه ما در رو باز کردی من فهمیدم اینا همه تقلبیه تشخیص اینا خیلی کار سختیه کار سختی برای بقیه نه برای فریزیر خاکی قربونت برم بهت میگم عتیقه تو مشتمه اینا با من حرف میزنن سلامت باشی آه این کلیدم بگیر دست شما درد بگم برای مهمه برای تو کجا باشی داری با یارو بحث میکنی آقای ابله آقا فری بسته برای یه چیز دیگه اینجایی برو اونو پیدا کن فعلا بودجه نداره این نقشه آرومیزه سلام علیکم برادرم خسته نباشی این نقشه آرومیزه رفته بود من 1 هفته به شما وقت میدم باید این بی‌نظمی تموم شه دیگه به نظرم اصلا سلامت باشی شما خوب هستی کجا یا من میزایی بله تمام حتی من آماده خدمت در دیوار اینجا به سر صدا حساسه ممکنه آسیب بزنه خواهشام دیگه نکنید اصلا در دیوار یا دیگه اینجا داره نگاه کن چیکار کردم خب همین من میگم اصلا در دیوار این تو اسباب کشیه نگاه کن متوجه شدم فرداش سیم کشی کردم بله متوجه شدم خدمت شما یواش یواش برو بپاش در دیوار رو در دیوار رو بپاش در دیوار رو سلام علیکم من این منطقه و این سالن رو میبینی بله بله اینجا بزرگترین سالن بدون ستون ایران الله اکبر بله اگر اینو قدرشه بدونن برداشتن
سی... اون پنجرهای ارسی رو ببین، خودش نور... نور رسانی میکنه، نیاز به اصلا هیچ نوع سیم کشی و نیاز به هیچ نوع برق کشی نداره. با نور خورشید ها، با نور خورشید ها نور رسانی میکنه. الله فقط نور خورشید. خب حالا من یه مطلبی میخواستم خدمت شما عرض کنم اگر اشکالی نداشته باشه. ببینید جناب میرزایی، من راستش چند وقت پیش یه جایی رو کشف کردم، میخوام افتخار ثبتش نصیب خودم بشه. صبر کن ببینم، نکنه رفتی، نکنه رفتی حفاری غیر مجاز کردی. چه حرفیه میزنیم بود؟ نکنی این کارو. آقا نکنی این کارو. شما اصلا میدونه اگه حفاری کنی مضطرب میشه؟ اصلا من کسی رو نمیخوام حفاری کنم که مضطرب بشه. مگه آقا جان یعنی ارزش تاریخش از بین میره مضطرب میشه؟ یعنی آها بله بله اون مضطرب من خودم پس من چیکار مضطربم؟ من که ارزش تاریخی دیگه اصلا ندارم. خدا پدرت نذار نکنی وقتی این اصلا نمیذارید من حرف بزنم. شما چی کار داشتید؟ اجازه بدین بفرمایید بزنین بگم. ارسی رو گفتین، همه چی گفتین، نمیذارید من حرفمو بزنم. من 4 سال پیش قلمم خورد، از بغل یه روستایی داشتم رد می‌شدم، یه قبرستون اینجا بود، خدا شاهد قدیمی. چرا قلمت خورد؟ چرا قلمم خورد؟ حال من این بود، 2 ماه بعد جناب میرزایی، نه 2 سال بعد رفتم قبرستون، اونجا بود. شما اگه قبرستون رو دیدی منم دیدم، اصلا آب شد زیر زمین. الله اکبر. بله شما لوور رو میشناسید؟ بله لوور سلسبیل. نه آقا پاریس موزه لوور. لوور پاریس. بله بله رفتم. گرانبهاترین غذاهایی که آثار تاریخی ایرانی اونجاست. الله اکبر. حالا اون چی؟ اون رو بذار کنار. اسرائیل توی قلب اسرائیل، وسط اسرائیل موزه است. فقط آثار ایرانی 3 برابر موزه لوور. اصلا هیچ جایی صحبتی ازش نمیشه، اصلا کسی رو تو اون موزه راه نمیدن. توجه قضیه شدی؟ بله بله. فقط الان ربطش به قبرستون هم متوجه نشدم. آقا این سنگ قبران تو اون موزه هان. بله یعنی یه لحظه بله تا بتونم یه لحظه آقا میرسه یعنی قارت شد رفت. بله آقا بله. تا بتونن میبرن، نتونن میزنن، میشکنن، نابود میکنن، اصلا میخوان محو کنن همه چیو. چرا؟ برای که خودشون بشن نژاد برتر. بغض کردی برادر؟ دارم چشم بیتخصم بگی نمیبینید آقا شما. اصلا من واقعا نمیدونستم شما اینقدر شیفته میراث فرنگی هستی. من بهت واقعا افتخار میکنم. نه 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 آقا نمیخوام کسی به من افتخار کنه. همه هی سوب تو چرا داری به من افتخار میکنه؟ باید دلم افتخار میکنه. برای جرا بیبر پرخانه بفهم. بفرمیشون ببخشی کنه کنه بفرمیشون بچه کتی که کنه استردام اینجور بیرون سینان رو میکرد. خدا بیبر کافی کافی شب چیه؟ چه دفعی بورس؟ تو که اومده بودی خونه خود میامدی پناهگاه، چرا اینجوری میکنی؟ توی اون پناهگاه چی کار؟ صدام میزنه هممون زیر خاکی میشیم قربونت. خدا نکنه. چرا؟ فریبا چی شده؟ چی شده؟ چته؟ بهت میگم هممون میریم زیر خاک عتیقه میشیم. حالا ببین چه حرفیه؟ همه اینا عتیقه میشه. اون رادیو عتیقه میشه، این عتیقه میشه. دور از اون زبونم لال بشه نبینم اون روزو. این علنگوهای تو عتیقه میشه، دلم خوشه اینا عتیقه بشه. حداقل 100 سال دیگه یه فریبرز بدبخت دیگه بتونه سرشو ملکه کنه. دیگه چی کار کنی؟ چیه فریبرز؟ چی شده؟ 4 سال من دنبالش گشتم. خب 4 سال من هر شب خوابش رو دیدم. الان فهمیدم کل قبرستون رو برداشتن دوزیدن بردن کشور کجایی؟ از هیچی خبر نداری؟ کشور کجا؟ کشور چی؟ الان مگه نگفتم میگم بردن کشور اسرائیل. حالا هر جا بلکن
قبرستون دورش کس که همجوری راه بیفته بره؟ آره؟ هر بزن قشنگ ببین بگو چه ده. دارم میگم کل قبرستون رو با قبراش، سنگ قبراش، ماهرخ، ماهگل بار زدن بردن. من تیزم، تو که میدونی من اون بالا کلی آدم دارم که میان خبرها رو به من همکارم گفت شد اونجوری نگاه تحقیر به من نکنه. همکارم گفت همکارت نمیدونه، اما بپرسی تو چهارم دبستان رو خوندی میفهمی؟ پنجم دبستان. الله اکبر، اون که فوق دیپلم داره نمیفهمه. آره؟ فریبرز مگه سواد به کلاس رفتنه؟ نه به رادیوه. افتار داشته باشه. نگاه کن منو، نگاه کن منو. الان به من بگو سکه ارزشش بیشتر یا اون سنگ قبره؟ خب معلومه قربونت برم، سکه با یه سکه میشه 10 تا قبرستون آباد کرد. کجایی؟ خدا پدر خوبی مرزه. خب اینا اگه سکه ها رو پیدا کرده بودن دیوونه بودن، اون سنگ رو کول کنن خیلکش کنن ببرن اون سر دنیا. الله اکبر، به خدا تو زن معمولی نیستی، تو چهارم دبستان خوندی، اینی فوق دیپلم میگرفتی، به اون خدا میشدی تنها وزیر زن این کشور. بالاخره یه همچین مردی همچین زنی رو میخواستی. فقط من یه سوال دیگه دارم، شما که جواب همه چی رو بلدی. میگم من دیگه نشونی ندارم برم اونو پیدا کنم. فریبرز، این قبر رو بالاخره سرصاحب داشتن یا نداشتن؟ دوباره میاد سنگ بندازن رو مرده‌هاشون، فاتحه بخونن دیگه، بدونن کی به کی. تو زن عادی، تو پروفسوری برای من، قربونت برم. منو نگاه کن، منو باز داری میگی تو منو نگاه نکنی من میمیرم، تو با چشمات منو نگاه کن، آتیش بزن تاج سر من. قربونت بابا، بریم سینما. 20 کیلو سرخوشی، دو پر سیبیل میخواد به من بگه سینما چیه بابا. سر وقت سینما راست من یادم رفت، ما بگم کشور خانوم از جواد بهشون بلیت سینما دادن، ستارم داده به ما، بریم تو باطل نشده. قربونت برم، الان وقت سینما رفتن جره این داری میگی؟ الان نگفتم که فردا بری. بریم دیگه بابا جون خدا. هیچی بهت نمیگم، مگه من بسم امروز و فرداست؟ جنگ جوانای مردم دارن شکیت میشن میرن رومین، ما بریم سینما. فریبرز باشه جنگ باشه، هیچ کس نمیره سینما، خواه اگه نمیرفتن که فیلم ها نمیساختن. راست میگه دیگه بابا، بریم دیگه تو رو خدا. آخه تو سینما آدم ها گندن، حال میده، کیف میده اصلا. مثلا موقع کارتا میگه برا خاک برسد الدنگ. یه بار دیگه به مادرت دست با نکنی، قربونت برم. با من تم که مادرت کاراته بازه، به این نگو جمعونی من کاراته بازتم، قربونت برم. اگه زالوم خب ندیگی اینا رو خراب. واقعا؟ آره ماما، آره ملی تیم بودم من، قربونت برم. بارو بسه جاله یه فن بهش یاد دادم تو مدرسه، اگه کسی به زور گفت این فن رو میزنی حتکش وتک میشه. اول احترام بابا، احترام بذار بابا، احترام بذار بابا. بابا ببین گارد رو که باز کنی، این پای چپ پای چپ استعداد نداره. این رو که بازم کنی میبینی گارد پشتش بازه، بابا بهش گرد شلاقی ضربتی میترکی. پاک بر سر من، پاک بر سر من. تو بگو بریم سینما. این کار غلط شده، غلط شده. خدا عزت نه، شما دوتا اگه من رو نکشتی من هیچ چی نیست. کمرم چی شد؟ چی شده به نظرت؟ الان چی شده این کمر؟ این کمر سابقه چش خوردی؟ به خدا چش خوردی؟ نه دراغا تفسیر تو نمید، گرم نبودم بابا. اینا رو من میزدم بابا، بچه های مدرسه رو صف میکردم 20 نفر رو میزدم 19 همی میخورد و 20 همی میسایی. آره ماما نه دیگه این آره همم پشتن اسفندیت کنم، به خدا اسفندیت کنم. هر کاری میخوایی بکنی بکن، نصف شد کمرم. چی بود ضربتی شلاقی؟ جایزم مردی؟ قربونو چشمات دارم بابا، کارات واسه دکتر تنبونی من، تو پر سیبیل من.